خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیدم، مداوم تو را هم پرستیدم. ولی از صفاتت چه گویم سخن، که بیشک نگنجی به افکار من. سخن از تو گفتن یقین مشکل است، سخن از تو گفتن یقین مشکل است، اگرچه جمالت به جان و دل است. بزرگی فقط در تو معنا شود، وجود از نگاه تو پیدا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید خوب و صحتمند باشید و ایام پر از برکت ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سفری بکنید و انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق باشه. بیننده های عزیز، به یکی دیگر از سلسله برنامه های آیین زندگی خوش آمدید. موضوعی که امروز میخوایم صحبت داشته باشیم راجع به آن هست اعمالی که در ماه مبارک رمضان باید انجام بشه. با جناب استاد محمود شفیق، استاد پوانتون هرات صحبت هایی خواهیم داشت که همکنون با ما هستند و همچنان شما میتوانید که سوالات شریف خود به ما ارسال بکنه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. علیکم السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و بینندگان عزیز تلویزیون جهانی اسلام. علیکم السلام، تشکر. جناب استاد، ماه مبارک رمضان ماهی است که لحظه لحظه از او ارزش داره. انسان باید سعی بکنه که کارهای خیر و نیک انجام بده. از شما میخوام این سوال داشته باشم که کدام اعمال بهتر است که ما در ماه مبارک رمضان انجام بدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا. اما بعد، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى صدق الله العظيم. اعمالی که در رمضان باید انجام بدیم، بعضی اعمال خاصی است که مربوط به رمضان هست. مثلا اولین چیزی که ما در رمضان باید انجام بدیم اینه که در رمضان روزه بگیریم. این رمضان هر بدون روزه رمضان بگذره و ما روزه نداشته باشیم. روزه بگیریم چون فرض است و یکی از ارکان پنجگانه اسلام است. کتب علیکم السیام، یعنی روزه بر شما فرض شده. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه بر پیشینیان فرض بود. یعنی امت‌های قبل هم روزه میگرفتن و روزه بر اونا فرض بود، اون تا مقدار و کیفیت تفاوت داشته با روزی که بر مسلمان فرض شد. دومین چیزی که در ماه رمضان باید بود پرداخته باشه مسئله صدقه فطر یا به اصطلاح ما سرسایه هست. که فی نفری کسانی که مالک نصاب هستند و فی نفری نیم من گندم یا قیمت نیم من گندم یا یک من جو یا قیمتی یا یک من خرما یا قیمتی و پرداخت بشه. نصاب چقدر باشه جناب استاد؟ نصاب حدوداً 25000 افغانی از مایحتاج خود اضافه داشته باشه. نقدن. حال نقدن یا جنسن فرق نمیکنه. این مثل نصاب زکات نیست، با نصاب زکات فرق میکنه. مثلا یک مال اضافی داره، فرض کنید یک موتورسیکل اضافی داره که به ضرورت نداره. قیمتش 25000 افغانی یا 30000 افغانیه و یه آدم صدقه فطر واجب میشه. هم صدقه فطر خود خور باید بده، هم از اطفال صغیر خور بده. یعنی خور تا کاران همگی باید سرسایه داشته باشه؟ نیه، هم از خود خور بده، هم از اطفال صغیر خود بده. بدوش پدر هست؟ بدوش پدر است. اطفال کبیر باید بدوش خود اینای، اگر توانایی داشتن میدن، اگر نداشتن نمیدن. و از خانم هم بدوش خود خانمه، چون خانم هم از لازم مالی مستقل است نسبت به شوهر. ولی در اسلام خب گرچه عرف در اینجی این چی مینه که کلن پدر میده، از کلونار هم پدر میده، از خانمر هم پدر میده، از مادر هم پدر میده، از پدر هم اگر زنده باشه پدر مادر و پدر میده. حصولا این چی اینه که صدقه فطر که بدوش واجبه صدقه فطر خودی و از اولادهای صغیری و یعنی به سن بلوغ
نرسیده باشد، چی دختر باشد چه پسر، و یکسان است. چی اهل روزه گرفتن باشند چی نباشند، از اولادهای صغیر باید صدقه فطر پدر بده و همون به دوش پدر هست. و دیگه کاری که ما در رمضان انجام بدیم یه که سرزی تأکید شده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که افطار را در افطار تعجیل کنیم، یعنی مجرده که شام شد دیگه تأخیر نکنیم. شام آن زمان میشه که آفتاب غروب کنه. آفتاب که غروب کرد از همون منطقی که انسان ها در روز زندگی میکنن، یعنی از همون حواری و پشته و کوه که آفتاب غروب کرد شام است. و مجرد غروب آفتاب شام است. دیگه تأخیر در تأخیر در سحری داشته باشید. تعجیل در افطار، تأخیر در سحری. سحری به شکل انجام دین که بعد از یک سحری متمم میشه صبح بشه، که باز فاصله زیادی نباشه که ما استراحت کنیم یا خوشیم از نماز صبح بمونیم. یعنی به اندازه که به اصطلاح وقت در میگیره که بعد از صبح بشه. عرض معذرت. و تعجیل در افطار و تأخیر در سحری از جمله سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که ما باید این کوشش کنیم که انجام بدیم. یعنی به فکر این نباشیم که هنوز شب نشده، تاریک نشده یا ستاره ها با آسمان دیده نمیشه. خب بعضی دیدگاه فقهی مثلا فقه جعفری دیدگاه همینه که زمان شام میشه که ستاره ها در آسمان دیده شه. ولی از نظر اهل سنت اینه که در افطار تعجیل بشه، مجرده که شام شد اثر از آفتاب اثری از آفتاب در اطراف ما نبود دیگه شام است، دیگه میتونه افطار کنه. و افطار هم مربوط به این نیست که تا اذان داده شه، هر کس میتونه شخصا تشخیص بده و افطار کنه. و آن خیلی خوب هست جناب استاد، تقسیم اوقات هایی هست که راحت میتونه از اونها. بله بله، تقسیم اوقات های اختیار شده از حجی اوقاف به الاخره و توضیح میشه در مساجد و از روی زو به اصطلاح افطار میکنن به خانه ها میبرن بعد تقسیم اوقات و امثال دیده. تعجیل در افطار و تأخیر در سحری است جمله اعمالی است که در رمضان باید در نظر گرفته شه. و سنت دیگه که در رمضان هست که اینه در ماه مبارک رمضان ما ضمن ذکر تراویح میخوانیم، در تراویح یک قرآن ختم میشه، یک قرآن کریم، یعنی از الحمد شروع تا به ورناس این ختم میشه. فقط در نماز تراویح؟ در نماز تراویح بله، در نماز تراویح یک قرآن ختم میشه. این سنت نماز نوسط خوب است، ما خیلی از حافظا و قاری. بله الحمدلله داریم، بله حافظ و قاری خیلی داریم و در مساجد اکثرا در مساجد ختم قرآن برگزار میشه. و این که رواد شده که از علم ترکیف میخونن، این به اساس یک ضرورتی شاید بوده که حافظ قرآن وجود نداشته و یا به اساس تنبلی و کاهلی و بالاخره بیهمتی مقتدی ها و امام بوده که این علم ترکیف رواج پیدا کرده. از علم ترکیف که تا و ناس بخونیم حتی به مقدار یک ختم قرآن هم نمیشه، یعنی به مقدار امو آیات قرآن و کلمات قرآن هم نمیشه. چون ما تراویر میخونیم مثلا فرض کنیم قرآن کریم 6666 آیه به قول مشهور و یا 6236 آیه بله که مورد تمام همه قبل دوام هست. 6232 آیه بله 6232 آیه هست. و به هر صورت او از علم ترکیف تا و ناس که ما حساب کنیم و ضرب 30 کنیم یا 29 کنیم او مقدار پره نمیکنه، کم میشه، یعنی به اندازه ختم هم نمیشه، به اندازه ختم. و بهتر اینه که قرآن کریم حتما در ضمن نماز تراویح ختم بشه. و دیگه عملی که ما در ماه مبارک رمضان انجام میدیم احیای شب قدر است. شب قدر یکی از نعمتهایی است که خداوند برای امت اختصاص داده و یکی از به اصطلاح عباداتی است و شبی است که عبادت از اون معادل هزار شب ارزش داره. بله. و هزار ماه معادل هزار ماه ارزش داره. خیلی که 83
سه سال و چند ماه میشه، چهار ماه میشه. خیلی من الفشار خداوند در سوره قدر میفرماید که لیلت القدر خیر من الفشار. تنزیل قرآن هم صورت تنزیل قرآن هم در این شب صورت گرفته و قرآن کریم فرشت ملائک آسمان از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل شده و در این شب شب دعا هست و شب ذکر است و شب احیا است و این شب رو باید احیا بکنیم تا جایی که میتونیم، البته در توان ما هست، در استطاعت ما هست، ولی کسی که مریض یا مشکلی داره خب هر صورت همون تراویر که بخونه، علما میگن همون جای احیای شب قدر میگیره. کس مشکلی داره، اگر مشکل نداره بهتری است که تا صبح بیدار باشه و مشغول عبادت، حال ذکر میکنه، دعا میکنه، قرآن میخونه. عبادت خاصی در شب قدر ما نداریم، فقط یک دعای خاصی داریم که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، این دعای شب قدر است. خدای تو بخشنده هستی و بخشندگی رو دوست میداری، مرا ببخش، مرا عفو کن. دیگه اعمالی که ما باید در ماه مبارک رمضان انجام بدیم اینه که زکات مال خود را، اگر زکات بر ما واجب است، در این ماه پرداخت کنیم. به دلیل اینکه زکات که یکی از ارکان دین هست و از فرایض دینی ما هست و از ارکان خمسه هست و بر دوش سرمایه‌دارا و کسانی که پول دارن و ثروت دارن فرض هست، اگر در رمضان ادا شه 70 برابر ثواب داره، در دیگه ما اگر ادا شه هم ثواب یک برابر هست، ولی در رمضان که ادا شه به اندازه 70 تا فرض ثواب داره. و 70 تا فرض 70 بار گویا این زکات داره، بله یکقدر ثواب داره. لذا بهتر است که زکات خودت در ماه مبارک رمضان اغنیا پرداخت کنه. البته این معنا نیست که اگر فقرا ضرورت داشته باشند در طول سال در دیگه وقتی هم پرداخت کنه مشکلی نداره، ولی بهتری است که در ماه مبارک رمضان که ماه همکاری و همنوایی و همدردی هست، در این ماه زکات پرداخت کنه، فقرا به راحتی و دلجمی و خاطر جمع روزه بگیرن. این بهتر است که در ماه مبارک رمضان زکات پرداخت کنند. و عمل بعدی که ما در ماه مبارک رمضان انجام میدیم نماز تهجد هست. البته نماز تهجد در طول سال ارزش خود داره که در هر شب یه آدم بتونه نماز تهجد بخونه و در ماه مبارک رمضان فضیلت بیشتری داره. گفتیم که اگر در دیگه ماها ما نماز تهجد میخوانیم نفل است، ولی در ماه رمضان اگه میخوانیم به اندازه یک فرض ثواب داره، به اندازه یک فرض ثواب داره. این از اعمالی است که در رمضان کوشش کنیم که انجام بدیم. و نماز تهجد هم معمولا سوال میکنن که چند رکعت است. نماز تهجد 8 رکعت است. بعضا میگن 12 رکعت. بعضا میگن 12 رکعت، ولی روایت صحیح و 8 رکعت است. و سرکت نماز ویتر است. سرکت نماز ویتر است، یعنی کسی که نماز تهجد رو به صورت دائم میخوانه، به صورت دائم، یعنی بیدار میشه یا ساعت خود ایار میکنه یا موبایل خود ایار میکنه، مثلا به زنگ میزنه و حتما بیدار میشه یا عادت داره بیدار میشه، اونا ویتر خود رو باید خفتن نخوانن، ویتر خود رو بعد از تهجد بخوانن. و کسان ویتر خفتن بخوانند که به نماز تهجد یا بیدار نمیشن یا احتمالی هست که بیدار بشن یا نشن، احتمال داره که بیدار شن و احتمال است که بیدار نشن، اونا باز نماز ویتر خود را خفتن بخوانند که ما باید قضا بشه بیدار نشن، نماز ویتر نو قضا نشن. کسانی که مطمئن هستن به بیدار شدن به نماز تهجد، ویتر خود را بعد از تهجد بخوانند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین میکرد که ویتر تهجد میخواندن و بعدا نماز ویتر میخواندن. و قابل یادآوری است که در اینجا بگم که وقت نماز تهجد کی هست، چی وقت است. وقت نماز تهجد در ثلث اخیر شب هست، یعنی شب که ما از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق محاسبه کنیم، مثلا که 9 ساعت است فرض کنیم، در 3 ساعت اول نی، 3 ساعت دوم نی، در 3 ساعت اخیر نماز تهجد را بخوانیم، یعنی در ثلث اخیر شب، ثلث اول نی، ثلث دوم نی، ثلث سوم، این وقت نماز تهجد است.
حالا به اول سلس خواندیم، به آخر خواندیم، به وسط خواندیم، مهم نیست مثلا تا در سلس آخر خوانده شد. حتی میشه که نماز تهجد بخونه بعدا هم صبح بشه و نماز صبح رو بخونه، هیچ مشکلی نداره. و عمل دیگر که ما در رمضان کوشش کنیم که انجام بدیم برای روزداران افطاریه دادن هست. خیلی مهمه. که خیلی مهمه ولی که در حدیث ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که یک روزدار افطاریه بده آنقدر ثواب داره که گویا او روزه گرفته. یعنی ثواب روزی از او به این تعلق میگیره بدون از اینکه از ثواب از او کم بشه. یعنی مثل که روزدار ثواب میگیره، این هم به ما اندازه ثواب میگیره. و غیر از اینکه بدون از اینکه از ثواب روزدار کم بشه. امروز جناب استاد خیلی خوب است، الحمدلله جای شکر است که افرادی که مسافر هستن وقتی که به مساجد به جهت ادای نماز مغرب یا شام میرن، سفره های پهن شده که مردم و مو کسایی که به مو محل زندگی میکنن بالاخره مواد غذایی بالاخره هر چی هست میارن که مردم افطاری بکنن. بله. باید خود بزرگترین فضیلت و ثواب. الحمدلله خوب شده ولی وضعیت. و عمل بعدی که در ماه رمضان کوشش کنن که انجام بدن اینه که صدقات نافله یا خیرات که بدن، صدقه نافله بدن در این ماه مبارک رمضان بدن تا ثواب اینا بیشتر بشه و به اندازه صدقه واجبه ثواب بگیرن. این اعمالیه که در رمضان انجام بشه و هر عمل خیری که انسان فکر کنه در رمضان انجام بده ثوابی و پاداش و به اندازه یک عمل فرض هست و یک واجب دینی هست. بله، تشکر جناب استاد. علتی که بعد افراد بی اعمال کمتر توجه دارن یا کمتر انجام میدن اینا چی هست؟ فقط گرسنه یعنی تشنه، بیشتر کار نمی کنن، کارهای خیر انجام زیاد نمیدن. متاسفانه که ما دو نوع سن و روزه داریم. به گفتی حضرت امام غزالی رحمت الله علیه میگه روزه سه قسم است. بله. یکی روزه عام هست. روزه عام همینه که فقط از خوردن و نوشیدن و مقاربت جنسی شخص پرهیز میکنه. علتی هست جناب تا شاید که مثلا ما خود پیام رمضان و هدف بله. رمضان ندانستیم. بله. خب چگونه بدانیم؟ ما باید فکر کنیم که چرا خداوند ما را امر کرده که شما در این ماه از سه چیزی که در ماهای دیگه حلال هست و جواز داره و در شب رمضان هم جواز داره، چرا در روز مار خداوند مانع شده که ما یک ماه کامل بالاخره از خوردن و نوشیدن و مقاربت جنسی پرهیز بکنیم؟ حکمت اینه که نفس سر ما بیاییم تسکیه بکنیم و خود را مطمئن بکنیم که ما بر نفس خود مسلط هستم یا نیم، کنترل دارم یا ندارم. و حکمت بعدی اینه که از حال گرسنگان و تشنگان با خبر بشه و از حال کسانی که بی همسر هستن از حال از اونو خبر بشیم که بی همسری چقدر مشکل هست و تشنگی چقدر مشکل هست و گرسنگی چقدر مشکل هست. که انسان به سه چیز از شد ضرورت داره که دو تای اول که خوردن و نوشیدن به شهوت موافق بطن تعلق میگیره و بطن تعلق میگیره و شهوت بطن تعلق میگیره و مورد اخیر که مقاربت جنسی است و شهبت ما تحت بطن تعلق میگیره. که این انسان بفهمه که از حال او کسانی که از این نعمت ها محروم هستن ببخشید این نعمت هر قدر این نعمت هر بدانه. حکمت و فلسفه رمضان همی هست که خودسازی و به اصطلاح به خود پرداختن و خود را تسکیه کردن و خود را امتحان کردن و در نوعی تمرین کردن که ما آیا میتونم در برابر سختی ها استاد بشم و میتونم در برابر دساتیر پروردگار مقاومت کنم و پایداری داشته باشم یا نه. و علت که چیزی که شما سوال کردیم که ما چرا مثلا بعضی افراد فقط روزه میگیرن و دیگه به هیچ چیزی در رمضان نمیپردازن، دیگه کار خیر عمل خیر انجام نمیدن، بالاخره همکاری و همنوایی نمیکنن با غربا با فقرا با مساکین با مستمندا با بیچارگان با بینوایان، علت اینه که ما فلسفه رمضان را ندانستیم که رمضان چیست. ما فکر میکنیم فقط نخوردن و ننوشیدن و مقاربت نکردن امی رمضان است، در حالی که این رمضان که به این معنا ما تعبیر کنیم
حضرت امام غزالی میگه که این روزه حیوانی هست. روزه حیوانی بسیار تعبیر جالبیه. یعنی مثل که یک حیوان از شما داخل یک اتاق کنیم، در بروی بسته کنیم، نی آب بدیم، نی علف بدیم، نی هم بالاخره غذای چیزی بزید بدیم. این خب تا شما میتونم اینجا استاد باشم مقایمت کنم، مشکل اینه. لذا انسان هم اگر به فلسفه رمضان فکر نمیکنه و به بسه حکمت های رمضان فکر نمیکنه، یعنی روزی از روی یک روزی حیوانی هست. هیچ اعمال صالح انجام نمیده و اعمال خیر انجام نمیده، فقط از خوردن و نوشیدن و مقاربت جنسی خود را باز میداره. لذا 92 روزه را حضرت امام غزالی میگه روزه خاص هست. روزه خاص روزه هست که انسان فکر کنه که ما از چیزهایی که حلال هست خوردن و نوشیدن از این خود باز میدارم، از چیزهایی که حرام است به طریق اولا باید خود باز دارم. چیزهای حلال حرام شده و چیزهای حرام چگونه خواهد بود؟ و اگر من اونا را انجام میدم، همان گونه که ثواب یک بر 70 میشه در رمضان و ثواب نفل به فرض تبدیل میشه، ثواب یک فرض به 70 فرض تبدیل میشه، گناه و معصیت و خطا و اشتباه هم در رمضان همونطور چندین برابر محاسبه میشه. چون به هر اندازه که ارزش رمضان هست، در حقیقت اگر در رمضان کسی مرتکب گناه میشه، دو کار میکنه، یکی حد که حرمت دستور خدا رو میکنه، یکی هم حد که حرمت ماه مبارک رمضان رو میکنه. و نوم روزه روزی خاص و خاص است. گور میگن مخصوص انبیا و معصومین علیه مسلات و السلام هستند. گور ما نمیتونیم گرفته که انسان بغیر از اینکه به خدا تعلق داشته باشه و به خدا فکر کنه، دیگه به هیچ چیزی تعلقات خور از همه چیز قطع کنه و رابطه خور قطع کنه، از خوردن و نوشیدن و بالاخره حرص دنیا و جا و مقام و بالاخره منزلت و حب و ریاست و حب و چوکی و حب و نفس و اطاعت از نفس و پیروی از نفس و اینا رو همه گیر کنار بزنه. تو به توان ما نیست و روزی مربوط به انبیا و معصومین علیه مسلات و سلام است. جناب استاد، یکی از مهمترین موضوعات که امروز کمتر متاسفانه به زود توجه صورت گرفته است که ما عبادت را انجام میدیم اما راجع به مسائل عبادت معلومات نداریم، یا آنطور که باید انجام بده نمیفهمیم که چگونه با چه روش باید انجام داده بشه. اگر ما تلاش برای داشته باشیم که غیر از ماه مبارک رمضان، حالا نمازی که میخوانیم، روزه‌ای که میگیریم، صدقه‌ای که میدیم، بفهمیم که چقدر فضیلت داره، یعنی خود انسان بفهمه کاری که میکنه پاداش او چی هست، مطمئنن کارهایی که میکنه بیشتر انجام میده و کارهای خیر و نیک خود سعی میکنه که بیشترتر بکنه، به خاطر اینکه فضیلت از او فهمیده. وقتی که نفهمیم این هست که کورکورانه تقلید شده و بالاخره هیچی. متاسفانه این چی نیده است. بله، فرمودی شما بسیار بجا است که کارهای ما بیشتر تقلیدی است. تقلیدی است. بله. جناب استاد، بیننده های عزیز سوالات ارسال کردن، اگر اجازه شما باشه پاسخ بدم. بفرمایید، در خدمتم. از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که پسر و دختر در کدام سن برسن باید روزه بگیرن؟ ببینیم، در مورد نماز ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته اگر طفل 7 ساله شد او را امر کنیم به نماز، و به 10 سالگی او را بر نماز به خاطر نماز او را تنبیه بکنیم. در مورد نماز، به خاطر اینکه نماز نسبت به روزه آسان‌تر هست و طفل کدام فشار نمیآید، کدام مشکلی برای او ایجاد نمیشه، دستور خود پا آخر میشوره و میای استاد میشه، مثلا 10 رکعت یا 4 رکعت یا مثلا 5 رکعت یا 9 رکعت نماز در شبانه روز ادا میکنه. یعنی در 7 سالگی اونا رو امر کنیم، اگر در 10 سالگی رسیدن اونا رو تنبیه بکنیم. یعنی علاوه که امر میکنیم تنبیه بکنیم، سرزنش هم بکنیم. ولی روزه به خاطر که عمل سختی است و کار دشوار است، شاید به از لحاظ جسمی به اطفال قدرت نداشته باشه یا ضرر بکنه به او، چون اطفال بیشتر به تغذیه چون در حال رشدن بیشتر به تغذیه ضرورت داره. مثل که شما یک نهال تازه میشانیم یا کشت تازه مثلا به اصطلاح بذر میکنه و سبز میکنه، این بیشتر ضرورت داره به آب تا زمانی که کشت به اصطلاح به حالت رشد خود میرسه، و یک درخت که قوی شده دیگه او ضرورت به آب آنچنانی نداره، ولی یک نهال
باید شما مراقب باشیم که هر روز رو بدیم، هر دو روز یک بار رو بدیم. طفل هم همیتونه که در سنین پایین مثلا انسان به مواد غذایی و چیزهای خوردنی و آب و نان بیشتر ضرورت داره، لذا در گرفتن رمضان اگر طفل به رضا و رغبت خود روزه میگیره ممانعت نکنیم، ممانعت نکنیم. اگر او علاقمندی داره که روزه بگیره ممانعت نکنیم، ولی علاقمندی نداره زمان روزه رو بگیره که به سن بلوغ برسه، زمانی که بالغ شد در او وقت روزه برو فرض میشه. یعنی سن 14-15، سن 14، بعضی با 14 بالغ میشن بعضی با 15 بالغ میشن، یعنی به سن بلوغ که رسید روزه باید بگیره و به او فرض میشه. یعنی سن تکلیف به اصطلاح شرعی که سن تکلیف روزه برو فرض میشه. ولی در مورد نماز بسیار تاکید شده که شما اطفال را کوشش کنیم که از 7 سالگی و بعد به نماز تشویق کنیم و 10 سالگی و بعد اگر نمیخوندن اونا را تنبیه بکنیم. جناب استاد در تنبیه صحبت کردیم، امروز بعضی ها متاسفانه به چهار تنبیه میکنن که شما به نماز نیایید. شاید شما دیده باشید وقتی که در نماز تراویح یا دیگر نماز جماعت اشتراک میکنن، حالا یک طفل به نحوی کار میکنه 10 تا 15 تا دیگه بچه‌ها هم بالاخره به خاطر از اون میگن که شما کلا از مسجد بیرون بشید. متاسفانه در آینده نگاه میکنید نماز نمیخونه، یک فرد شده که کلا از دین دنیا به دور هست. حالا دیگه او بعد تشویق به واسه که تشویق بشه دست سر به اصطلاح سر دست بکشن که آفرین جزاک الله، مثلا پیشی خیر ببینی، مثلا آفرین به تو که نماز میخونی، ما او به اصطلاح تهدید میکنیم یا سرزنش میکنیم که شما چرا به مسجد میایید، چرا مثلا گاهی شاید سر و صدا هم بکنه اطفال، گاهی شاید مثلا بی‌نظمی هم بکنه، چون سن به اصطلاح تکلیف نیست و سن در طبیعت انسان در اون سن سال نهفته است. شوخی شاید بکنه در مسجد، شاید کمی بی‌نظمی ایجاد کنه مثلا فرض کنید، ولی نباید ممانعت بشن از مسجد و تشویق بشن و ترغیب بشن. هر پدری که به مسجد میره اولین تکلیف اینه که طفل خود همراه خود به مسجد ببره. بله. خداوند میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا. یعنی ما مسئولیت فردی نداریم، مسئولیت جمعی داریم. چون ما پدریم یا بزرگ خانواده ایم، مسئولیت داریم که خانواده مثل که خود را از آتش دوزخ نجات بدیم، خانواده خود را هم از آتش دوزخ نجات بدیم. لذا رای ایست که اطفال را از سنین پایین عادت بدیم به مسجد و جماعت و رفتن به عبادتگاه. تشکر. جناب استاد از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که کشورهای اسلامی یا کشورهایی که مسلمانان در داخل زور زندگی میکنن و سکونت دارن، بعضی ها روز شنبه روزه گرفتن، بعضی ها روز یک شنبه. چگونه هست؟ خب هر صورتی مسئولیت برمیگرده به امو قاضی و حاکم کشور. قاضی و حاکم کشور، حاکم کشور که دستور داده باشه و برای از او تثبیت شده باشه که رمضان از طریق طرق شرعی و که رمضان به اصطلاح ماه مبارک رمضان دیده نشده، و طبیعتا اونا به این عقیده هستن که چون دیده نشد روزر نگیریم و اگر دیده شد روزر بگیریم. ولی دیدگاه احنافی است که غالبا در هر جایی که روز ماه دیده شد لازم است که کشورهای دیگه و سرزمینهای دیگه هم روزه بگیرن. سوم لرؤیتی و افطر لرؤیتی، این بعض عام گرفتن که روزه بگیریم بعد از دیدن رمضان و افطار کنیم بعد از به اصطلاح دیدن ماه شوال. ای که بعض شنبه گرفتن بعض یک شنبه، من شخصا من نیست، عقیده شخصی من اینه، من متاسفم به ای که جهان اسلام باید یک روز روزه داشته باشن، یک روز هم عید اینا باشه. بله. یعنی این وحدت جهان اسلام نشان میده در هر گوشی از کشورهای اسلامی که ماه دیده شد باید کل کشورهای اسلامی امروز روز روزه داشته باشند، و در هر گوشی از جهان اسلام که ماه به اصطلاح دیده شد، ماه عید یا ماه شوال دیده شد، در همون روز هم عید بکنند، که وحدت امت اسلامی و یک پارچگی امت اسلامی نشان بده که عید نام یک روز باشه و رمضان نام یک روز باشه. مثل حج جناب استاد، مثل که در یک زمان مشخص است، این تو نیست که یک فرقه و یک مذهب و یک کشور
یک روز به عرفات بره، کشور دیگه روز دیگه به عرفات بره. ماه مبارک رمضان همین قسم بود خیلی خیلی. ماه مبارک رمضان اگر این قسم باشه و عید ما هم یک روز واحد باشه، رمضان ما هم یک روز واحد باشه، مثلا این بسیار جالبه و در حقیقت نوی از وحدت و یک پارچگی امت اسلامی نشان میده. تشکر. جناب استاد، خواهر تماس گرفتن گفتن که صدقه فطر یا سرسای روزه قبل از ماه مبارک رمضان دادن درست هست؟ مشکلی نداره. عبادات مالی مجموعاً، عبادات مالی مثل صدقه فطر، مثل زکات، اینا قبل از وقتی هم پرداخت بشه صحت داره. مثل عبادات بدنی نیست، یعنی ما نماز را اگر قبل از وقت بخونیم صحت نداره، ولی زکات را اگر قبل از وقتی او که هنوز وقتی نرسیده یا صدقه فطر هنوز وقتی نرسیده ما ادا کنیم هیچ مشکلی نداره. ولی هیچ مشکلی نداره. و گفتن که اگر زن در نیمه روز حالت عادت ماهوار به زود پیش بیایه، ادامه روز باید روزه داشته باشه یا نه؟ بله، فقها میگن که ادامه روز امساک کنه به خاطر به اصطلاح که با دیگران یکسان به اصطلاح عمل کرده باشه با اهل خانواده و اطرافیان خود، ولی روزی و روزه حساب نمیشه. بله. امساک بکنه، امساک میگن، روزه نمیگن، یعنی چیزی نخوره و چیزی ننوشه و روزی و روزی خود باید قضا بیاره. بله. تشکر. از طریق تلگرام پیام دادن گفتن که مریضی روماتیزم دارم که مو درد مفصل استخوان اینا هست. بله. گفتن که دکتر هم بریم دوا داده که باید استفاده بکنم صبح و شام، باید روزه بگیرم یا نه؟ خب در صورتی که دکتر متخصص باشه و دکتر حاذق باشه و تشخیص داده باشه که ولی دوار باید هم صبح بخوره و هم شام بخوره، این آدم میتونه روزه خور بخوره باز در زمانی که ساعت یاب شد باز قضا بیاره، هیچ مشکلی نداره. جناب استاد، من یک متن خواندم نوشته شده بود که از فواید رمضان بود، گفت که رمضان یا روزه گرفتن یکی از ویژگی ها و فضیلت ها و فواید کداری است که مریضی روماتیزم را از بین میبره. چون مریضی روماتیزم نوعی است که مو خون دچار یک نوع میکروبی شدن هست. بله. و اینا جلوگیری میکنه وقتی که روزه بگیریم. خوب است که به این نکته اینا توجه داشته باشن. از ایران از طریق واتساپ پیام دادن گفتن که در ماه دو سه بار ما عادت ماهوار بریم پیش میاد یا در دو ماه مثلا چهار بار میشه؟ بله. چگونه هست؟ ببینیم، ما در عادت ماهوار یک قاعده داریم در فقه که عادت که یک زن میبینه، بله، مثلا سه روز حد اقلی باید سه روز باشه. بله. میتونه تا ده روز هم باشه، حد اکثر ده روز. حد اکثر ده روز. حال سه روزه یا چهار روزه یا پنج روزه یا شش روز عادت میبینه، بعد از این تا پانزده روز عادت نمیبینه، پاک میشه به اصطلاح. بعد از پانزده روز اگر عادت دید او حساب میشه، اگر قبل از پانزده روز پاک شدن عادت دید او عادت چینی مریضی زنانه نیه، او رستحاضه مگن، یعنی او در او وقت روزه خود را بگیره، نماز خود را بخونه. مثلا فرض کنیم اول ماه، اول و دوم و سوم ماه تا چهارم و پنجم را عادت دید، خب این خو مریضی چی است؟ مثلا حیض است، نی روزه میگیره و نی هم نماز میخونه. بعدا به پانزدهم باز عادت دید، فاصله بین پنج و پانزده ده روز است، او عادتی حساب نمیشه، او عادتی حساب نمیشه. اگر بعد از پانزده روز پاک شدن عادتی دو عادت حساب میشه، یعنی فاصله بین دو عادت حداقل باید پانزده روز باشه، اگر نباشه عادت حساب نمیشه. لذا خود اینا میتونن این مقایسه کنن که فاصله بین دو عادت پانزده روز هست یا نیه. اگر پانزده روز بود او هم عادت حساب میشه دومی، اگر پانزده روز نبود چهارده روز بود سیزده روز بود عادت دومی یا مثلا مریضی دومی استحاضه است، او حیض نیست که هم باید نماز خود بخونه هم روزه خود رو بگیره. بله. تشکر. و گفتن که برای زن اجازه هست که موهای دست و پای خود تیغ بزنه. ببینیم دو نوع موی داریم، ما یک موی عادی و طبیعی داریم که مثلا اونقدر به اصطلاح چی نداره، یعنی بد نمیگه، یا زیب و زینت زن رو به اصطلاح چی نمیکنه، آسیب نمیرسانه.
یک موی اضافی داریم. اگه موی واقعا اضافی داشته باشه بروی دست و پای خود که امو چهره از و قیافی از و دستا از بد نشان بده و خلاف عادت نشان بده، اگر بزنه مشکلی نداره. ولی اگه حالت عادی و طبیعی خود داشته باشه درست نیست، مشکل داره. بله. و گفتن که نماز عشا و همچنان تراویح تا ساعت چند شب درسته که بخوانیم؟ نماز تراویح و عشا تا اذان صبح یعنی طلوع صبح صادق میتونه خوانده. و بهترین وقتی اینه که در به اصطلاح قسمت‌های تقریبا ثلث اول شب، در اخیر ثلث اول شب اگر کس فرصت داشته باشه و بتونه بخونه بهترین وقتی اینه. ولی وقت جوازی بعد از اینکه یک نیم ساعت از اذان شم سپری شد، وقت جوازی و همونه، از این وقت میتونه خونده. یعنی از یک نیم ساعت بعد از اذان شام شروع میشه تا به طلوع صبح صادق، یعنی تا به اذان صبح. این وقت نماز خفتن و وقت وتر است، یعنی وقت طولانی داره. بله، تشکر. دوست عزیز، برنامه خود ادامه میدیم اما حال وقفه داره. سلام مجدد محضر همه شما بیننده های عزیز، به خصوص عزیزانی که همین اکنون با ما پیوستن و بیننده برنامه این زندگی هستند. دوست عزیز، شما هم می توانید که سوالات شری خود از طریق واتساپ، تلگرام و پیامک به شماره 0729151968 ارسال بکنید. جناب استاد از طریق تلگرام پیام دادن، گفتن که فردی که سلسله البول باشه، بله، چگونه هست نمازهای خود، چگونه باید بخونه ادا بکنه؟ ببینیم، کسانی که سلسل بول هستن یا به اصطلاح ساده تر بگیم ادرار خود نمیتونن کنترل بکنن و همیشه ادرار اینا بالاخره از کنترل اینا خارجه. البته در صورتی که فاصله بین انمی حالتی که ادرار از کنترل خارج باشه وقت یک نماز باشه، مثلا هیچگاه نمیتونه که به نماز عصر نماز شام رو بخونه، یعنی تا شام ادراری او از کنترل خارج میشه و از شام تا خفتن رو نمیتونه به اصطلاح وضو خود نگه داره، یا از خفتن تا صبح بر صورت، یا از صبح تا پیشین نمیتونه. یعنی بین نمازا خب کوتاه‌ترین وقت بین نماز عصر و شام است، بین عصر و شام است، نمیتونه ادرار خود رو کنترل کنه، یا بین شام و خفتن است. این آدم معذور گفته میشه، به اصطلاح فقهی میگن معذور است. حالا چی مسئله بول باشه، چی یک زخم خونی نداشته باشه که از زخم خون میچکه مرتب، و چی خون دماغ باشه که مرتب خون دماغ میشه، فرق نمیکنه. هر مریضی که سبب شکستن وضو میشه و فاصله بین دو نماز رو نمیتونه به اصطلاح استاد شه و سپری کنه، او رو میگن معذور. لذا سلسل بول رو هم میگن معذور. معذور حکم اینه که به هر وقت نماز یک وضو بگیره. بله، کفایت میکنه. دیگه به پشت نگرده باشه که لباسای بی نماز میشه یا هر کاری که میشه. حتی اگر در حین نماز جناب استاد، در حین نماز هم ادراری و خارج شد، یا مثلا خون دماغ شد، یا فرض کنیم از اون زخمی که داره دست و پا و سر و صورت خود داره خون چکید یا آب چکید، وضوی صحیح است، هیچ مشکلی نداره. بله، یعنی به وقت عصر داخل شد باید وضو بگیره، وقت عصر که خارج شد باید باز وضو بگیره برای شام. یعنی به هر به خروج هر وقت وضوی میشکنه، هر وقتی که باز شام که وضو گرفت، باز که شام قضا شد باز وضو گرفت. برای هر نمازی اگه وضوی، برای هر وقت نمازی، برای هر وقت نمازی، یعنی در همون وقت میتونه اصطلاح صد رکعت نماز قضایی بخونه، صد رکعت نماز نفل بخونه، مفرض فرض و سنت هم وقت هم بخونه، هیچ مشکلی نداره. بله، یعنی وضو داره، زمانی که وقت گذشت وضو از بین میره. بله، تشکر. برادر از ایران از طریق واتساپ پیام دادن، گفتن که من به ایران زندگی میکنم، خانه از خود پول ندارم اما سرمایه دارم، نیاز هست که من زکات بدم. بله، نیاز است. به دلیل از اینکه خانه اگر داشته باشه، اگر او پول خور بده بال خانه بده، واسه خانه از جمله ضروریات اولیه از حساب میشه. حالا که چون خانه نداره، پولی داره، لذا پولی زکات داره. زمانی پول زکات نداره که این پول بره به درک خانه بره. به حال خانه داده شد، باز دیگه پولی نداره، زکاتی هم نداره. بله،
تشکر. از سری واتساپ پیام دادن گفتن که آرایشگاه دارم و مو نفقه فامیل و خود اولاد و خود از این طریق پیدا میکنم. چه گونه هست این شغل؟ خب هر صورت شغلی است که به اصطلاح اگر در آرایشگاه از او طبق آرایش میکنه که به اصطلاح خلاف سنن اسلامی و خلاف دساتیر دینی که مثلا آرایش های غلیظی بالاخره و یا مثلا صورت مرد در متراشه یا مثلا فرض کنیم طوری مثال صورت زن متراشه مثلا فرض کنیم آرایش هایی که در شریعت جواز نداره، یعنی به اصطلاح سند جواز وجود نداره، خب کار خوبی نیست. ولی اگر آرایش های معمولی و مثلا موی سر کم کنه طوری مثال فرض کنیم و موهای اضافی بدن کم کنه مثلا طوری مثال یا شانه کنه یا کوتاه کنه یا مثلا فرض کنیم رنگ بکنه رنگای مجازر، این آرایش ها مشکلی نداره. بله تشکر. به عنوان آخرین پرسش از ایران از طریق واتساپ پیام دادن گفتن فردی که نماز نمیخونه و روزه هم نمیگیره بریم ما اجازه است که بازو صدقه بدیم، زکات بدیم، سرسایه روزه بدیم؟ خب ما در روایت دینی داریم که کوشش کنیم که نان خود را به خوردی افراد صالح بکنیم، این افراد صالح و نیک و متدین و مسلمان و مثلا با خدا کوشش کنیم که زکات خود را، صدقات خود را، خیرات خود را و مهمانی خود را به همچه افراد بدیم. که افراد دو تأثیر داره، یک تأثیر اینه که اینا افراد با خدای هستن و حتما این کمک که ما میکنیم بزو یا مهمان میکنیم بزو یا مثلا فرض کنیم صدقه میدیم بزو یا زکات میدیم بزو، خب این بیشتر تشویق میشه که بله من امی فضایل که داشتم و امی خاطر به من تعلق گرفته، این امتیاز که زکات خور به ما داده یا صدقه خور به ما داده یا مثلا بخشش و توفیق خور به ما داده یا مهمان کده مر. و فایده دیگه اینه که اون مردمی که با خدا هستن از احتیاج بیرون میشن، از احتیاج بیرون میشن. ولی کسی که نی نماز میکنه نی روزه میگیره و نی به اصطلاح اعمال دینی انجام میده به معنی از این نیست که جواز نداشته باشه، جواز داره به اونم خیرات بدن و صدقه بدن، حتی به یک کافر هم جواز داره که صدقه بدن و به اصطلاح کمک بکنه در حالی که او احتیاج است و گرسنه است، جواز داره، مشکلی نداره. به غیر از زکات که داده نمیشه به کافر، چون زکات مخصوص مسلمان است، باید به فرد مسلمانی داده شه، لگه صدقات نافله میشه به کافر هم داد، هیچ مشکلی نداره. یعنی به این معنی ولی بهتری است که به افراد صالح بده، بهتری است و ثواب از بیشتر است. تشکر از حضور شما در برنامه. خواهش میکنم. و تشکر از همه شما عزیزان از اینکه تا این دم با ما همراه بودید و بیننده برنامه آیین زندگی بودید و امیدوار هستم عزیزان که سوالات خود به ما ارسال کرده بودن پاسخ خود کامل گرفته باشن. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق باشه، به حق ما هم دعای داشته باشیم. الله نگهدارتان باشه.